درود خدمت شنوندگان عزیز پادکست کتاب‌باز. امروز تصمیم دارم یک رمان ایرانی رو براتون معرفی کنم و دربارش با هم دیگه صحبت کنیم. رمان آتش بدون دود، اثر نادر ابراهیمی. با ما باشید. شاید نام آتش بدون دود را با سریالی که در سالهای 53 و 54 از تلویزیون پخش می شد به یاد داشته باشید، یا اگرم سنتون نمی خوره 100% تو یوتیوب دیدینش. شاید هم با خوندن این رمان طولانی روزها و شبهایتان را با داستانی دلنشین گره زده اید. به هر حال این اثر داستانی است که نوشتنش 30 سال زمان برده و جایزه لوح زرین و دیپلم افتخار 20 سال ادبیات داستانی ایران و جوایز دیگری چون براتیسلاوا تعلیم و تربیت یونسکو و کتاب سال ایران را برای نویسندهش نادر ابراهیمی به ارمغان آورده است. رمانی 7 جلدی که در 3 کتاب مجزا منتشر شده است و روایتی از زندگی چندین نسل یک خانواده است. حرف اصلی این رمان عشق است، اما عشق نه از نوع معمولی که در دیگر کتاب ها خوانده ایم، عشقی پرشور که غرور و خشونت را هم در درونش می پرورد. در کنار عشق، زبان شاعرانه نادر ابراهیمی آنچنان زیبایی های ترکمن صحرا را تصویر می کند که می توان چشم ها را بست و خود را آنجا تصور کرد. رویارویی جهل با علم و دانایی هم موضوع دیگری است که این کتاب بازتاب می دهد و نمایانگر اختلاف نظر میان دو نسل است. شخصیت‌های اصلی این رمان گالان و سولماز هستند. عشق میان آنها که با غرور و خشونت آمیخته است. عشقشان به وطن و مبارزاتشان داستان این کتاب را ساخته است. خلق شخصیت گالان روزی در حین بازی تخت نرد به ذهن نادر ابراهیمی میرسد. زمانی که حریفش دکتر فروهر از اجدادش میگفت و از شخصی به اسم گالان نام برد. مهر این شخصیت آنچنان به دل نادر ابراهیمی افتاد که آن را به قهرمان داستانش تبدیل کرد. یه موزیک ملایم گوش کنیم، برگردیم تا ادامه داستانمون.
عشق و نفرت، صلح و دشمنی روی دیگر همان دو نیروی هستند که چرخ دنیا را میچرخانند و در این داستان هم میدرخشند. اینجا هم داستان با این جمله آغاز می شود: گوکلان به یموت دختر نمی دهد و از یموت دختر نمی آورد. هنوز هم دشمنی میان این دو قبیله از سالها قبل بر سر آب آغاز شده است و در طول سالها دایره ارتباطاتشان با یکدیگر را حسابی تنگ کرده است. اما اتفاقی که در ادامه می افتد مانند هیزمی است که با آتش افسوده باشد. گالان اوجا که جوانی دلاور و قهرمانی اسطوره‌ای از قبیله یموت است، در گشت و گذارهایش به دختری زیبا بر می خورد، دختری که به شجاعت معروف است. با زیبایی دلربایش عشاق بسیاری را به خود جذب کرده است. نامش سلماز است و از قبیله گوکلان است. اما مگر می شود که دل به عشق دختر رئیس قبیله دشمن داد؟ مگر می شود مهر او را در دل پروراند و کینه و نفرت چندین و چند ساله دو قبیله را نادیده گرفت؟ عشق چشمان گالان را کور کرده است و او دست به کاری عجیب می زند، معشوقش را می دزدد. این حادثه آتش کینه و دشمنی را شعله‌ور می کند و برادران گالان را به کشتن می دهد. آتش دشمنی قربانیان بعدی را هم گرفتار می کند. گالان و سلماز را هم گرفتار می کند. کتاب برای شروع کتاب سختیه، کتاب آتش بدون دود از نشر روزبهان برای شروع کتاب راحتی نمیتونه باشه. من تجربه خودم رو میگم، 5 یا 6 بار من این کتابو تا 30-40 صفحه خوندم، هی گذاشتم، گفتم نه سخته، نمیفهمم سخته، تا مقاومت کردم و این صفحات که رد شد دیگه شما کتابو نمیذارین زمین. چون خیلی خوب دربارش شنیده بودم مقاومت کردم و راضیم که خوندمش. کتاب فوق‌العاده‌ایه و از همه مهمتر به ما میفهمونه که ترکمنها از هر ایرانی ایرانی ترن. تا پادکستی دیگر، خدا نگهدار.